گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم علمی تخیلی والریان که اکران اون از همین جمعه در سینماهای آمریکا شروع میشه. Welcome to Alpha, the city of 1000 planets. والریان شهر هزار سیاره بر اساس یک قصه مصور فرانسوی درست شده که 50 سال پیش ذهن لوک بسون 10 ساله را به خود مشغول کرد. داستان دو کارگاه فضایی است که مأموریت پیدا می کنند عامل خطر برای یک شهر معلق با 30 میلیون سکنه از موجودات مختلف را در گوشه و کنار کهکشان پیدا کنند. والریان حاصل 3 سال طراحی و نقاشی و خلق جلوه های ویژه است برای نمایش جهان ها و جانورهای تخیلی. I think what's interesting with technology is the limit is imagination now. تهیه کننده سناریست و کارگردان لوک بسون میگوید تکنولوژی اکنون به جایی رسیده که تنها محدودیت اون تخیل است. حالا میتوان هر فکری داشت و 200 جوان کامپیوتر باز پشت سر انسان هستند که میگویند به پیش هوای تو رو داریم. نقش دو کارگاهی که فضاهای تخیلی و بُعدهای گوناگون را سیر میکنند بازیگران جوان دین دیهان و کیرا دلوین ایفا کردند. یک منتقد رابطه اونها رو به رابطه جیمز باند و یکی از زنهای همراهش تشبیه کرده. در میان موجودات تخیلی به چهره‌هایی برمی‌خوریم آشنا، مثلا ریانا ستاره پاپ در نقش هنرمند جادویی ظاهر می‌شود که مدام تغییر شکل می‌دهد. نقش فرمانده شهر را کلایو اوئن بازی کرده. نقش ستارگان دیگر سینما در این فیلم به قدری سریع می‌گذرد که تماشاگر ممکن است متوجه حضور آنها نشود. This is the movie he's wanted to make his entire life and you could tell it. دین دهان میگوید این فیلمی بود که لوک بسون تمام عمر در پی ساختن آن بود و سر صحنه میشد دید که میبیند رویایش به حقیقت پیوسته. دهان میگوید بسون سر صحنه همیشه لبخند بر لب داشت و انرژی او به دیگران هم سرایت میکرد. منتقدها نمیتوانند از تخیل بصری خارق العاده و کار فشرده‌ای که روی این فیلم شده حیرت نکنند، ولی مشکل لوک بسون و فیلم یگانه‌ای که خلق کرده این است که نظیر جلوه‌های ویژه، نظیر این جهان‌های غیر متعارف و نظیر شخصیت‌های رنگین و پرنقش و نگار او را دیگران هم قبلاً با الهام از همان قصه مصوری که منبع کار اوست درست کردند. در فیلم‌های مثل جنگ ستارگان، اوتار و ده‌ها فیلم تخیلی دیگر، با این حال تماشای فیلم والریان به نظر منتقدها نفسگیر و شوق‌انگیز است، هرچند ممکن است سردرد هم در پی داشته باشد. ولی بهنام، این فیلم چه جایی در کارهای خود لوک بسون داره؟ چرا یک باره چنین فیلمی ساخته؟ خب میدونی که تو همه سبکا کار کرده، در بسته مطبوعاتی که بین منتقدها توضیح کرده لوک بسون خودش این داستانو تکرار میکنه که در بچگی هر چهارشنبه میرفته به بساط روزنامه فروشی محل برای اینکه نسخه جدید قصه مصورهای والریان و لورلیان رو بخره و از 10 سالگی تو فکر بوده که این قصه رو که پیر کریستین و ژان کلود مزیه نویسنده و طراحش بودن فیلم بکنه. خب من همه منبع الهام اصلی او ولی فیلم اوتار میشه که وقتی اون فیلم رو دید میبینه که دیگه مرزی برای تخیل سینمایی نیست و میشه همچون قصه ای رو هم فیلم کرد. ولی لوک بسون رو سینما دوستا به خاطر فیلم های غیر متعارفی که از اوایل دهه 80 به این ور ساختن اونها رو شروع کرد میشناسن، به خصوص فیلم سابوی اولین فیلمی بود که ازش اومد راهن زیرزمینی. تو کارنامه او همه جور فیلمی هست که بعضی هاش هم ماندگار شدن و مقلد های زیادی هم پیدا کردن، مثل لفم نیکیتا یا فیلم لئون پروفسیونل یا فیلم زیرابی او آبی بزرگ. اینا همه بیاد موندنی هستن و اگه تو دهه 80 90 میرفتی به ویدیو فروشی یا ویدیو اجاره کنی میدیدی که تمام این ویدیوها اونجا بود. و تنها هنرمند فرانسوی هست که تونست به بازار آمریکا به صورت تجاری راه پیدا کنه با فیلمایی مثل مجموعه تیکن یا فیلم لوسی. اما در کارنامه یه فیلمی که بیشتر به والریان مربوط بشه و شبیه باشه فیلم عنصر پنجم هست که در اون بروس ویلس نقش یک تاکسیران فضایی رو بازی میکرد در کنار میایانویچ. بعضی از این فیلم ها موفقیت تجاری داشتن، بعضی ها مثل عنصر پنجم شکست خوردن در بازار آمریکا مخصوصا، اما این فیلم فیفت الیمنت هنوز هم مطرح است و به تدریج راه به قلب های سینما دوستا باز کرده. خیلی از فضاها و موجودات عجیب و غریب فیلم والریان بی شباهت به عنصر پنجم نیست،
منتها اینجا با عظمت و سرعت بیشتری ساخته شده که گیج کننده است. فیلم والریان از جنبه‌های مختلف یک کار ساختار شکن و خارق العاده این است که سرعتش است. بالستی جورنال امروز یک مقاله‌ای داشت در مورد مثلا بودجه این فیلم که به نظر این روزنامه 180 میلیون دلار و جای دیگه تو رویتر خوندم 225 میلیون دلار خرج شده و بحث است که مثلا این یه شرکت کوچیک و مستقل فرانسوی یعنی یوروپا کورپ چطوری که از میدونه از همه شش استودیوهای بزرگ هالیوودی نیستش، شرکت کوچیک چطور موفق شده پرهزینه ترین فیلم اروپا و گرون ترین فیلم سینمای مستقل جهان رو تولید کنه. خود برسون امروز در مصاحبه با رویتر گفتش که بودجه فیلم رو به سبک تهیه کننده های مستقل از طریق پیش فروش به دست آورده و هیچ ریسکی هم نبوده و دلیل اون هم هستش که سینماگر شناخته شده ایست که در 120 کشور مختلف فیلم رو پیش فروش کرده. بهنام، در مورد جنبه های مختلف این فیلم از بودجه گرفته همینطور که گفتی تا طرز تهیه اون صحبت زیاد میشه، اما خود فیلم رو منتقدها چطوری تحویل گرفتن؟ خب اونایی که خوششون اومده مثلا نوشتن در تمام این فیلم تونستن لبخند بزنن، قبول دارن که خب از جهات فیلم احمقانه ای هست، منتها یه حماقت مشنگ و بازیگوش از فصل اول فیلم که بگذریم که خیلی عین اواتار هست، موجودات انسان نمامیان و زندگی قبیله ای دارن که میبینیم، بقیه فیلم سراسر حادثه بدون وقفه است. پرده مدام با ایده های بصری، لباس های عجیب، چهره های غیر عادی و مناظر تخیلی پر و خالی میشه و هنوز پرده ای رو ندیدیم صحنه عوض میشه و چیز دیگه با هر قدم بازیگر صحنه عوض میشه، به خصوص تو اون صحنه تعقیب که توی آنونس هم بود. به خصوص قول منتقد آلونسو دورالد، این فیلمی نیست که صفاتی مثل خوب یا بد دربارش اصلا بگنجه، بلکه فراتر میره. فیلمی است در هر حال صادقانه، انباشته، زیبا از نظر بصری ولی ناهموار از نظر قصه گویی. اون نوشته که جاذبه شیطنت و صداقت این کارگردان است. اما خب ریچارد برودی منتقد جدیتر در نیویورکر به کلی از این فیلم بعدش اومده و نوشته علارغم کثرت جلوه های ویژه و صحنه ها، عنصر شگفتی در این فیلم نیست. فیلمی است که پرتلاش است ولی خالی از شوق. بعضی از منتقدها به گزینه این دو بازیگر هم ایراد گرفتن چون وزنی به این فیلم نمیدن، ضمن اینکه جوک های جیمز باندی هم بین اینها هست ولی گرمای بینشون نیست.